بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. در سلسلة درس های مضمون تفسیر آیات احکام قرار داریم، سمستر سوم. جلسه گذشته عنوان داشتیم فی القصاص حیات النفوس، در قصاص زندگانی هست. آیات 178 تا 179 سوره بقره ترجمه و تفسیر شد، بعدا به توضیح واژگان آمدیم. در این جلسه الاحکام الشرعیه، احکام شرعی که از این آیات مستفاد هست. قبل از احکام شرعی یک سبب نزولی هم داریم. البته در سبب نزول دو روایت وجود داره، یک از سنن کبرای بیهقی و دیگر از تفسیر ابن ابی حاتم. این روایت هایی که در غیر صحیحین است، دیگه نگاه کنید که خیلی احتیاط میخواهد که اینها صحیح باشد، خصوصا در کتاب های مثل سنن کبرای بیهقی. بیهقی خسروگردی در 450 هجری تقریبا فوت کرده است. بین او و بین پیامبر افراد زیادی وجود دارند، از سندهایی که داره با آسانی نمیتونه صحیح باشه. در سبب نزول این آیت کریمه از قتاده ابن دعامه سدوسی روایت شده که گفت در زمان جاهلیت مردم در بغیه، در سرکشی، در طغیان بودند و اگر یک تیره و قبیله قوی تر می بود و از آنها غلامی یا برده کشته می شود، از تیره ضعیفتر می رفتن هم یک شخص آزاد یا رئیس همان تیره را به قتل برساند، به خاطر اینکه قوت و شأن و شوکت خود را به نمایش بگذارد. و اگر زن از آنها به قتل می رسید، می گفتن ما قصاص نمی کنیم، زن نمی کشیم، بلکه ما مرد آن قبیله را بکنیم. امان بود که آیت نازل میشه الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، اگر غلام از شما به قتل رسید همان غلام را قصاص کنید. قاتل مثلا دو غلام یک دیگر را به قتل رسید، شما همان غلام قاتل را قصاص کنید. اگر زنی کسی از شما را به قتل رساند، همان زن را به قتل رساند. مردی به قتل رساند، همان مرد را به قتل برسانید. گویا الان متعالی طور میخواه بگه که این طور میگوید که تنها قاتل را به قتل برسن، چه زن باشد، چه مرد باشد، چه آزاد باشد، چه برده باشد، به کس دیگر کار نداشته باشد. یک سبب نزول بیهقی روایت کرده است. سبب نزول دوم از سعید ابن جبیر رحمت الله علیه روایت شده است. سعید ابن جبیر سید التابعین میگوید که در جاهلیت دو تیره عرب با یکدیگر جنگ کردند. در بین اینها کشته و زخمی های زیاد باقی ماند. طور جنگ اینها تیره شد که حتی زنها و برده ها را هم به قتل رسید. اما هنوز انتقام خود را نگرفته بودند که مسلمان شد. و گفتن که موضوع ما تصفیه نشده است، باید ما در برابر هر برده‌ای که از ما کشته شده یک شخص آزاد شما را به قتل برسیم، در برابر هر زنی هم که از ما به قتل رسیده باید یک مرد شما را بکشیم. همان بود که آیت نازل میشه الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. یک سبب نزول. از سبب نزول تا اندازه زیاده ما میتونیم که به موضوع برسیم، البته در صورتی که اسباب نزول صحیح باشد، چون ما احکام قوی بر آن مرتب بکنیم. خصوصا قبل از همه در تفسیر آیات نگاه کنید که آیا سبب نزول داره یا نداره. از سبب نزول قسمت زیادی از آیات کریمه واضح میشه و گویا که خود به خود تفسیر میشود و روشن میشه. در علوم القرآن سمستر گذشته هم این موضوع ما به تفصیل توضیح داده بودیم.
رابطه با اسباب نزول، خصوصا اگر کسی از شما علوم القرآن را خوب نخوانده است و یا متوجه نشده یک بار دیگر بخواند، به خاطر اینکه تا سمستر اخیر ما تفسیر آیات احکام داریم و تفسیر آیات احکام با علوم القرآن سخت مرتبط است. بیاییم به احکام شرعی صفحه 77. حکم اول: هل یقتل الحر بالعبد والمسلم بالذمیه؟ آیا آزاد، شخص آزاد به خاطر برده و شخص مسلمان به خاطر ذمی قصاص می شود، کشته می شود؟ در اینجا دو مذهب وجود دارد. اینطور نیست که همیشه چهار مذهب باشه. بعضی جا دو مذهب است، بعضی جا چهار پنج مذهب است. یک مذهب جمهور، مالکی ها، شافعی ها و حنبلی ها با هم است. اینها میگویند که شخص آزاد به خاطر برده قصاص نمی شود و مسلمان هم به خاطر ذمی، اهل ذمه، کسانی که در کشور زندگی میکنند و مشرک هستند، به خاطر آنها قصاص نمی شود. مثلا در افغانستان یک اقلیت هندو و سیک زندگی میکنند. البته ما به اینها نباید کار داشته باشیم، اصلا ابدا، بلکه با یک اخلاق والای اسلامی و انسانی با اینها برخورد کنیم. حتی اجازه نداریم که به اینها هر روز بگیم که بیاییم مسلمان بشیم. نه، اصلا ابدا. اگر خودشان دیدن که ما از آنها بهتر هستیم، اخلاق ما، اعمال ما بهتر هست، مسلمان شدن اهلا و سهلا. اما فکر نمی کنم که این همه دوستی و غارت و این همه اختطاف را ببینند مسلمان شوند، بلکه می گریزند به یک جای دیگر می روند. علا کل حال، جمهور بر این باورند که اگر مسلمان یکی از اهل ذمه را به قتل رساند قصاص نمی شود. این معنی نیست که به او بگن که والله شما خیلی کار خوب کردی، تعزیر میشه، دیت میدهد، فقط قصاص نمی شود. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بر این باور است که شخص آزاد به خاطر غلام قصاص می شود و مسلمان هم به خاطر ذمی قصاص می شود. دلایل جمهور که می گفتند مسلمان به خاطر ذمی قصاص نمی شود، دلیلشان فرموده الهی: کتب علیکم القصاص فی القتلا. الله متعال مساوات را واجب و لازم کردانیده، قصاص مساوات است. و بعدا فرموده که آزاد در برابر آزاد، برده در برابر برده، زن در برابر زن. پس مساوی با فرد آزاد یک شخص آزاد است، مساوی با برده یک برده دیگر است، زن با زن مساوی است. گویا که رب العزت چنین فرموده: اقتل القاتل اذا کان مساویا للمقتول. قاتل را در صورت قصاص کنید که با مقتول مساوی باشد. و جمهور میگویند که بین آزاد و بین برده مساوات وجود ندارد، لذا قصاص نمی شود. و همچنین یک مساوات بین شخص مسلمان و بین شخص کافر هم نیست، پس مسلمان به خاطر کافر قصاص نمی شود. دلیل اول از دلایل جمهور، را کنید خیلی واضح می شود نمی شود. دلیل دوم که جمهور میگویند مسلمان به خاطر کافر و غلام و آزاد به خاطر غلام قصاص نمیشه، حدیث است که امام بخاری از علی رضی الله عنه روایت کرده که رسول گرامی اسلام فرمودند: لا یقتل مسلمون به کافر. مسلمان به خاطر کافر قصاص نمیشود. صحیح بخاری، کتاب الجهاد و السیر، باب فکاک الاسیر، از ابو موسی هم در این باب روایت خواهی هست. این بود دلیل دوم از دلایل جمهور، مالکی ها، شافعی ها، حنبلی ها. دلیل سوم شان میگویند که برده مثل متاع هست، برده خرید و فروش میشه در بازار، به چند هست؟ به قدر، نه کم کم تر. به سبب رقیتی که دارد، بردگی که برگردن او هست که از آثار کفر می باشد، و کافر هم مثل ایوان هست به سبب کفر که دارد. رب العزت می فرماید: ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. نه تنها که اینها دابه هستند، بلکه بدترین دابه ها نزد الله
بدترین چهارپایان نزد الله همان کسانی هستند که اینها کفر ورزیدند و ایمان نمی آورند. پس چطور مسلمان با کافر مساوی قرار داده می شود اگر کافر را کشت قصاص می شود؟ ای بود دلایل جمهور. بیایم به دلایل احناف، نگاه کنید اینها چی می گن. احناف می گفتند که مسلمان به خاطر کافر قصاص می شود و شخص آزاد به خاطر شخص برده اگر برده ای را کشت باز هم قصاص می شود. چند دلیل داره. دلیل اول باز هم آیت کریمه. از همین آیت جمهور رو طور استدلال میکنن، احناف این طور استدلال میکنن. و ما جلوتر گفته بودیم در اسباب اختلاف فقها که چرا فقها با هم اختلاف میکنن. سبب اول اختلاف در برداشت و در تأویل آیت. یک آیت کریمه است، جمهوران را یک طور تأویل میکنن، احناف طور دیگر تأویل میکنن. به طور مثال مثل کمی جز. مورد دوم اختلاف در صحیح و ضعیف قرار دادن حدیث. یک حدیث یک از فقها بار استدلال میکند، فقیه دیگر میگه نه برادر این استدلال صحیح نیست. این دو مورد. همچنین اختلاف در مناط علت در باب قیاس. قیاس چند رکن داشت؟ چهار رکن داشت. مقیس، مقیس علیه، علت جامعه. در علت هم با یک دیگر اختلاف میکنند، لذا در معلول اختلاف پدیدار میشه. دلیل احناف: یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، ای اهل ایمان قصاص در کشته ها بر شما فرض شده است. میگویند که الله در اول آیه قتل قاتل را لازم گردانید، هر قاتلی که باشد، چه آزاد باشد چه برده باشد، مسلمان باشد ذمی باشد، مجرد که قتل انجام داد قصاص بشود. خلاص. خب حالا جمهور میگن الحر بالحر ولا بالحر والعبد بالعبد را چرا گفت؟ این جمله به خاطر ابطال رسم و رواج جاهلیت آمد که در جاهلیت به خاطر یک شخص آزاد چندین شخص آزاد را میکشت، به خاطر یک برده شخص آزاد را به قتل برساند، به خاطر زن مردی را به قتل برساند، از روی ظلم، جبر، بربریت و طغیان گذشت. الله متعال این ظلم را باطل اعلان کرد و تأکید ورزید که قصاص بر قاتل است نه بر کسی دیگر. قاتل چه مرد باشد چه زن باشد، چه برده باشد چه آزاد باشد، ثروتمند باشد تهی دست باشد، هر که باشه قصاص بر او لازم و واجب و به قتل میرسه. این دلیل اول از دلایل احناف. دلیل دوم اول صفحه 78 استدلال ورزیدند به آیت سوره مائده و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس و العین بالعین. ما بر بنی اسرائیل در تورات لازم گردانیدیم که نفس انسانی در برابر نفس، شخص در برابر شخص، چشم در برابر چشم، گوش در برابر گوش. و این فرموده الهی عموم هست، قصاص را در تمام بر تمام قاتلها واجب می کنند. و شریعت کسانی که پیش از ما بودند شریعت ما هم هست تا زمانی که ناسخ برای آن وجود نداشته باشد. دلیل سوم از دلایل احناف که می گفتند شخص آزاد به خاطر برده قصاص میشه و مسلمان به خاطر کافر و اهل ذمه قصاص میشه. البته اهل ذمه مستأمنینه که در کشور ما در منطقه ما زندگی میکنند، اما اشغالگرها کسانی که به زور از پشت دریاها میآیند و کشورهای شما را اشغال میکنند، کشتن آنها بر شما واجب و لازم است. هر که آب از دم شمشیر خورد نوشش باد. این فرق میکند که والا چرا برادران آمریکایی را شما به شهادت میرسند. دلیل سوم از دلایل احناف فرموده الهی و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا، و هر کس مظلوم کشته شده باشد
چه زن باشد، چه مرد باشد، چه برده باشد، آزاد باشد، ذمی باشد، مسلمان باشد، ما برای ولی او یک قدرت دادیم از طرف شریعت اسلامی که میتواند قصاص بکند. هر مقتولی که باشد، عبیدن کانو او احرارا، مسلمین او ذمیین، سلطانی که برای ولیشان داده شده چی است؟ قبض و قصاص است. در روشنایی شریعت اسلامی و قانون اسلامی قصاص میکنند. دلیل چهارم از دلایل احناف، فرموده الهی المسلمون تتکافا، فرموده پیامبر المسلمون تتکافا و دماؤهم، خونهای مسلمان ها با هم مساوی هست. یسعا به ذمتهم ادناهم و هم یدون علا من سواهم، مسلمان ها در برابر غیر یک دست هستند، ید واحد. از این حدیث هم دانسته می شود که در خون، در قصاص، عبد با حر مساوی هست، آزاد با برده مساوی هست. سنن ابو داود، کتاب الجهاد، باب فی السرية ترد على اهل الاسکر، علامه البانی هم بگوید این حدیث صحیح است. دلیل پنجم از دلایل احناف که می گفتند آزاد به خاطر برده و مسلمان به خاطر ذمی قصاص می شود، حدیث من قتل عبده قتلنا، اگر کسی برده خود را به قتل رساند ما او را به قتل برسانیم، قصاص میکنیم. و من جدعه جدعنا، و اگر کسی بینی برده خود را برید ما هم بینی او را قطع میکنیم، یعنی قصاص میکنیم. و من خساه خسینا، و اگر کسی برده خود را خسی کرد، خصیتین او را بیرون کرد، ما هم او را خسی میکنیم. البته این حدیث دلیل پنجم احناف در سنن نسائی هست. علامه البانی میگوید که این روایت ضعیف میباشد. در کتاب القسامه القبض من السید للمولا، ابو داود و ترمذی و ابن ماجه هر دو هر سه این را روایت کردند و این جمله را نیاوردند، من خساه و خسینا. تمام این روایات ضعیف است. احناف دلایل قوی دارند، دیگه نیاز نبود که این دلیل ضعیف را هم اضافه کنند. دلیل ششم از دلایل احناف، روایت بیهقی از حدیث عبدالرحمن بیلمانی که رسول گرامی اسلام قتل مسلمان با معاهده، شخص مسلمان را به خاطر یکی از اهل ذمه قصاص کرد و فرمود انا اکرم و من وفا به ذمته، ما کریم ترین کسی هستم، بزرگوار ترین کسی که به عهد و پیمان خود وفا میکنم. ما با اهل ذمه وفا داریم، پیمان داریم، عهد داریم، در برابر تکس، در برابر جزیه‌ای که می‌پردازند از اموال و از خون و از جان و از عرض و از مال آنها نگهبانی و حفاظت بکنیم. پیامبر می‌فرمایند ما کریم‌ترین هستم و به پیمان خود وفادار می‌باشم. البته این روایت دیگه در دارقطنی آمده است. علی ابن عمر دارقطنی بغدادی در کتاب خود سنن آن را آورده است. دارقطنی خودش بعدا نوشته میکنه کلم یستند و غیر ابراهیم، جز ابراهیم کسی آن را نیاورد، ابراهیم ابن ابی یحیی، و او هم متروک الحدیث است. و ثواب آن است که ربیعه از ابن بیلمانی روایت کرده مرسل، و ابن بیلمانی خودش ضعیف میباشد، این پیامبر را هم ندیده و بر علاوه ضعیف هم هست. اگر او روایت مسند و وصل شده روایت کنه پذیرفته نمیشه، چی برسه به اینکه مرسل روایت کنه. والله اعلم، این روایت هم روایت ضعیف و غیر قابل استدلال بود. احناف یک دلیل دیگر هم دلیل عقلی دارند، میگویند اگر کسی مال اهل ذمه رو سرقت کرد به اتفاق تمام فقها دستش قطع میشود. مثلا همین هندوهایی که در هرات هستن، اینها دوا میفروشن، میبینید اگر کسی برود دواهای اینها رو دزدی بکنه، دولت مجبور و مکلف است که دست سارق را قطع بکند. البته دولت خب قاتل را هم قصاص نمی کند، چه برسد به اینکه دست سارق را قطع. میگویند احناف میگویند به اتفاق فقها اگر کسی مال اهل ذمه را دزدی کرد دستش قطع میشه، فوجب ان یقاد منه، پس لازم است که اگر اهل ذمه را به قتل رساند قصاص هم بشود. چرا؟
چون حرمت دم از حرمت مال بالاتر و بالاتر و عظیمتر است. این بود خلاصه دلایل فریقین که به اختصار آوردیم. سبب اختلاف برمیگرده به که آیا همین جمله اول به تنهایی کافی هست یا نه. کتب علیکم القصاص و فی القتلا. احناف میگویند برادر همین جا جمله تکمیل شد. کتب علیکم القصاص و فی القتلا، قصاص در کشته‌ها بر شما فرض و واجب است. قاتل هر کس که بود به قتل میرسد، چه آزاد باشد چه برده باشد، مسلمان باشد یا زنده باشد. بقیه ائمه میگویند نه، سخن جمله اینجا تمام نمیشه بلکه به اینجا تمام میشه. کتب علیکم القتال و فی القتل، کتب علیکم القصاص و فی القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. این جملات بعدی تفسیر و تتمیم برای جمله اول هست و اینجا تقسیم شده است. حالا احناف میتونن اینجا یک اعتراض داشته باشن بر جمهور. از برداشت شما اینطور دانسته میشه که الله یقتل الرجل اذا قتل انثا، اگر مرد زن را کشت و ناحق کشت قصاص نشد. چرا؟ چون در قرآن آمده الانثا بالانثا، زن در برابر زن. اینطور خونه گفته است که مرد در برابر زن. یک مورد. و همچنین اگر برده شخص آزاده را کشت قصاص نشود، چون در قرآن آمده الحر و بالحر، آزاد در برابر آزاد و برده در برابر برده. اینطور گفته نشده که برده در برابر آزاد. در حالی که شما برده را به خاطر شخص آزاد قصاص میکنید و مرد را هم به خاطر زن قصاص میکنید. اعتراض خیلی قوی که ساده حنفیه، الساده الحنفیه، احناف بر جمهور وارد کردند. جمهور جواب میدن در اول صفحه 79، بله از ظاهر آیه همان چیز معلوم میشود که شما اعتراض کردید. اعتراض شما خیلی بجا، ولکننا نظرنا الى المعنى، اما ما به معنا نگاه کردیم. فرعین ان العبد یقتل بالعبد، اینجا ما قیاس میکنیم اما طوری که شما خیلی قیاس میکنیم. ما دیدیم که عبد برده به خاطر برده قصاص میشه. اگر یک برده یک غلام غلام دیگری رو به قتل رساند قصاص میشه. فاولا یقتل بالحر، پس قیاس اولویت با ما به ما میگوید که اگر برده شخص آزاده را به قتل رساند به طریق اولا قیاس میشه. یک مورد. اما قتل مرد به زن را که شما قصاص مرد به زن را که شما بر ما اعتراض کردید که در قرآن نیامده و شما مرد را به خاطر زن قصاص میکنید به اجماع ثابت است. اجماع فقها و محدثین و صحابه بر این است که اگر مرد زن را به قتل رساند و یا زن مرد را به قتل رساند قصاص میشود. این دلیل دیگری است. ولولا الاجماع لقلنا لا يقتل الذكر بالانثى، اگر اجماع نمی بود ما می گفتیم که بله اگر مرد زن را به قتل رساند و ناحق به قتل رساند قصاص نمی شود. ای بود خلاصه ادله فریقین جمهور و احناف. ترجیح را جلسه بعدی می خوانیم. یک بار دیگر خلاصه درس خود را نگاه کنیم. در این درس سبب نزول آیات کریمه را گفته بودیم. فی القصاص حیات النفوس، آیات که آمده بود آیات 178 تا 179 سبب نزول برشمردیم. بعدا آمدیم به احکام شرعی، هل یقتل الحر بالعبد والمسلم بالذمی، آیا شخص آزاد به خاطر برده و مسلمان به خاطر ذمی قصاص می شود. گفتیم در اینجا دو مذهب است. مذهب جمهور میگویند که خیر قصاص نمی شود. اگر آزاد برده را به قتل رساند و مسلمان اهل ذمه را به قتل رساند قصاص نمی شوند. دلایل جمهور هم صفحه 77 برشمرده شد. احناف میگویند که بله در هر صورت قصاص می شود. دلایل احناف را هم برشمردیم. ترجیح به جلسه بعدی می گذاریم. درس ما همینجا به پایان رسید و صلی الله علی خیر خلقه محمد و علی آله و صحبه اجمعین.